چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من مپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید در ادامه مطالعمون از کتب عهد عتیق به کتاب شعری مزامیر رسیدیم و به امید خدا امروز با هم مزمور 16 رو بررسی کنیم. در ابتدا اجازه میخوام خوش آمد بگم به مهمان گرانقدر برنامه برادر یوسف ریاس درود بر شما برادر. درود بر شما. همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حزار گرامی. برادر یوسف تعدادی از پیام هایی که برامون ارسال شده رو میخونم. ما از طریق صفحات مجازی تمام کتاب سوالی رو پرسیدیم و دیدگاه و نظر بینندگانمون رو در رابطه با کتاب مزامیر جویا شدیم. در برنامه های قبل تعدادی از این پیام ها رو خوندیم و امروز هم تعداد دیگه از اونها رو با هم میخونیم. محب رفعت نوشته کتاب مزامیر نسخه آزمای شده شفای روحانی و روانی است. ممتاز ثابت میگه مزامیر فهرست احساسات انسان نسبت به خداست و نیز حبیب میگه مزامیر کتاب سرود هاست بیایید با هم به سراییم ناصف ملاک گفته کتاب مزامیر احساسات اشتیاق ها و شادی های انسان نسبت به خدای قدوسه رفعت ملاک صدقی نوشته در کتاب مزامیر خدای مهربان با احساسات متفاوت بشر سر و کار داره و اونها رو درک میکنه متحت مرقس میگه مزامیر یعنی داستان ایماندار و تجربیاتی که در تمام زندگی داره. ولید قصدی نوشته مزامیر مکالمات دو طرفه از قلب به قلبه که بین انسان و تجربیات او و خداوند بزرگ و بی همتاست. مارتی نازر گفته مزامیر سرودهای غربته و پیتر سامی میگه مزامیر تسبیح و شکرگزاری نظرات چطور بودن؟ این نظرات واقعا زیبا اگر تجربه هم شده باشن که زیباترن نه. چون نه تنها باید مزامیر رو بخونیم بله. بلکه باید تجربه برسته. هم بکنیم قبل از اینکه مطالعه مزمور 16 رو شروع کنیم لازمه راجع به عنوانش صحبت کنیم عنوان این مزمور چیه؟ معروف ترین کتاب بعد از کتاب مقدس توسط شخصی به نام یوحنا بنیان در زندان نوشته شده و اسمش مسافر مسیحیه پس ما میتونیم به این مزمور عنوان مسیح مسافر رو بدیم و راجع به غربت مسیح زمانی که بر روی زمین بود و اینکه زندگیش چطور بود و چطور تموم شد. پس بهترین عنوان برای این مزمور مسیح مسافره. پس این مزمور هم درباره عیسی مسیح صحبت میکنه. بله؟ همونطور که دو مزمور قبلی یعنی مزمورهای دو و هشت درباره مسیح صحبت کردند. درسته. اجازه بدید در ابتدا آیات مزمور 16 رو با هم بخونیم. بفرماید. میفرماید خدایا مرا محافظت فرما زیرا به تو پناه آوردم به خداوند گفتم تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از توست ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است آنهایی که پیرو خدایان دیگر هستند غم و اندوهشان زیاد می شود در مراسم قربانی های آنها شرکت نمی کنم و نام آنها را ذکر هم نخواهم کرد خداوندا تو همه چیز من هستی و آنچه را که نیاز دارم به من عطا کرده ای. آینده من در دست توست. آنچه را که نصیب من کرده ای بسیار عالی و نیکوست. خداوند را شکر می کنم زیرا که مرا راهنمایی می کند. شبانگاه نیز وجدانم به من هشدار می دهد. هرگز خدا را فراموش نمی کنم. او همیشه نزد من است. هیچ چیز نمی تواند مرا بلغزاند. بنابراین سپاسگزار و شادمان هستم و احساس امنیت کامل می کنم زیرا تو مرا از قدرت مرگ میرهانی من با وفاداری تو را خدمت کردم و تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد. تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد. حضور تو مرا از خوشی لبریز می کند و به من شادی ابدی می بخشد. برادر یوسف برای اینکه این ای مزمور رو راحت تر بررسی کنیم لطفا درباره تقسیم بندی و موضوع اصلی این مزمور توضیح بدید. خب شخصی می گفت چون این مزمور درباره مسیح صحبت میکنه میتونیم مسیح رو از چهار جهت بررسی کنیم. جهتگیری عمودی به سمت بالا، جهتگیری بیرونی، جهتگیری درونی و جهتگیری به سمت جلو. هر یک از این چهار جهتگیری به دو قسمت تقسیم شده. زمانی که رو به خدا میکنه به این معنیه که خدا منشأ اعتماد اوست و همچنین نیکویی اوست و در او خوشنوده برای همین در آیه یک و دو میگه خدایا مرا محافظت فرمازی را که به تو پناه آوردم به خداوند گفتم تو خداوند من هستی و هرچه که دارم از توست این جهتگیری مسیح به سمت بالاست راجع به جهتگیری مسیح در مورد اطرافش که مقدسین و شروران هستند میخونیم ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است اما راجع به شروران میگه آنهایی که پیرو خدایان دیگر هستند غم زیاد میشود و من هیچ مشارکتی با آنها ندارم و بعد موضوع داخلیه که کفایت و رضایت از نصیبمه که راج بهش میخونیم خداوند و تو همه چیز من هستی آنچه را که نصیب من کرده ای بسیار عالی و نیکوست اما همچنین در آیه هفت می خونیم خداوند را شکر می کنم زیرا که مرا راهنمایی می کند شبانگاه نیز وجدانم به من هشدار می دهد پس این جهتگیری داخلیه و در نهایت جهتگیری رو به جلو چه در مرگ و چه در رستاخیز او به خوبی می دونست که به هنگام مرگ جاش امنه سپاسگزار و شادمان هستم و احساس امنیت می زیرا تو مرا از قدرت مرگ می اجازه بدید استراحتی کوتاه داشته باشیم و سپس به موضوع اول می یعنی جهتگیری رو به بالا و رابطه ی مسیح با پدر. اینکه مسیح به عنوان انسان به پدر اعتماد می بینندگان عزیز به زودی بر با ما همراه باشید. سه گروه از مزامیر زیر یعنی مزمور شانزدهم تا مزمور 19 تا 21 و مزمور 22 تا 24 مجموعاً حاوی تعاملاتی غنی درباره شخص مسیح هستند به عنوان انسان رنج دیده و مسیح موعود این مزامیر که مسیح را در زندگی و رنجهایش به تصویر میکشند نمونه ای هستند از باقیماندگان وفاداری که از دوران مصیبت عظیم عبور خواهند کرد به دومین بخش برنامه خوش اومدین کماکان در حال مطالعه و بررسی مزمور 16 هستیم که درباره زندگی مسیح در دوران تجسم و جسم شدنش بر روی زمین صحبت میکنه. برادر یوسف فرمودید که در این مزمور چهار جهتگیری وجود داره و اولی جهتگیری رو به بالاست. رابطه ی مسیح با پدر در طول تجسمش روی زمین چطور بود؟ آیه یک میگه که او متکی به خدا بود. این آیه در جای دیگه هم با آیات دیگه نقل قول شده یعنی در عبرانیان دو میفرماید که به او توکل خواهم نمود بنابراین عیسی مسیح مرد توکله و در واقع شعن و منزلت انسان در جدا بودن از خدا نیست چیزی که انسان و همینطور فرزندانش رو فاسد میکنه استقلال و جداییشون از خداست بنابراین انسان دوم خداوند عیسی مسیح کسی بود که به خدا توکل داشت مثلا در انجیل لوقا هفت بار تکرار شده مسیح در حال دعاه او مرد دعاست و اینجا هم میگه خدایا مرا محافظت فرما زیرا به تو پناه آوردم اما در عین حال راضی هم بود نه فقط در توکل به خدا مثل غلامی که به اربابش اعتماد میکنه بلکه به خداوند گفتم تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از توست پس او شادی و لذت کاملش رو از مشارکت و رفاقت با پدر به دست میاره این یک جهتگیری دوگانه است از مسیح به سمت پدرش در یک تصویر عظیم به همین خاطر بعضی از مردم میگن که این مزمور درباره قربانی آردی صحبت میکنه. چهار مزمور داریم که درباره قربانی های مختلفی که در کتاب لاویان اومده صحبت میکنن. اما درباره قربانی آردی که زندگی مسیح رو توصیف میکنه، مزمور 16 فوق تصویر در مورد زندگی شگفت‌انگیز انگیز مسیح به عنوان قربانی آردی. بسیار خوب اجازه بدین بریم و سوال یکی از حاضرین رو بشنویم. یاد گرفتیم این مزمور درباره شخص مسیح صحبت میکنه در آیه دوم خطاب به پدر میگه تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از توست آیا این با برابری پدر و پسر تناقضی نداره مسیح میگه خدایا مرا محافظت فرما زیرا به تو پناه آورده و همینطور تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از توست در اناجیل هم اشاره شده که او مرتب دعا میکرد و به پدر اعتماد داشت بله. آیا مسیح کمتر از پدر بود این مشکلی قدیمیه که در ذهن برخی از مردم وجود داره اما چون این چیزی در کتاب مقدس نیست مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما هنوز حقیقتی بسیار مهم رو درک نکردیم یعنی اینکه مسیح صد درصد خداست و همچنین صد درصد یک انسانه ما فکر میکنیم خدا و انسان بودن یعنی نیمی از او خداست و یک ابر انسانه در حقیقت نیمی از او خدا نیست بلکه او کاملا و صد درصد خداست و صد درصد و صد در صد صد در صد انسانه بله انسانه بدون گناه دقیقا بدون گناه و مشکل بعضی اینجاست که میگن مگه او خدا نیست پس چرا به خدا میگه تو خداوند من هستی پس چطور خداست؟ چون این بود انسانی مسیحه بله چون با پذیرفتن صورت غلام خودش رو فروتن کرد بله. این کاملا واقعیه و نمایش نیست او انسان شد همونطور که پیشتر گفتیم شعن انسان اینه که به خدا توکل و اعتماد کنه اون چه باعث سقوط انسان اول و در نتیجه نسل بشر و تمامی خلقتش شد این بود که از خدا جدا شد بنابراین انسانی که در فکر خداست اومد یعنی عیسی مسیح و او به عنوان یک انسان تونست بگه به او توکل خواهم نمود من صد درصد به خدا توکل میکنم به تنهایی قادر به انجام هیچ کاری نیستم مگر آنچه میبینید پدر انجام میدهد هرچه پدر میکند پسر هم میکند او با خدا مساوی و برابره اما در این حال یک انسانه و به عنوان یک انسان نیکویش به حد نیکویی خدا نمیرسه برای همین خدا رو خداوند من خطاب میکنه پس او به عنوان شخصی از تسلیس برابر با پدر و روح القدس بله. ولی راضی نشد که برابری با خدا رو به هر قیمتی حفظ نه. کنه بلکه خودش بله. رو از تمامی مزایای اون محروم نموده درسته. و چون خودش رو خالی کرد انسانی کامل و بدون گناه و به خدای پدر اعتماد میکنه دقیقاً درباره دومین جهتگیری بگید که نسبت به اطرافیانش جهتگیری اول رو به آسمان بود که درباره صحبت کردیم او دعا میکرد و به خدا اعتماد داشت میفرماید ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است آنهایی که پیرو به خدایان دیگر هستند غم و اندوهشان زیاد می شود توضیح بدید اشخاصی که نام برده شد چه کسانی هن؟ تمام فرزندان خدا که از خدا متولد شدند مقدسین یا افراد نجیبند متولد شدگان از خدا چه خصوصیتی دارن اونها وقتی مسیح بیاد میپذیرنش در یوحنا یک دوازده میگه اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند مثل رسولان که او را دوست داشتند و همینطور مریم ها و غیره عیسی مسیح چطوری از اونها قدردانی کرد ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است به هر حال به خاطر دارم که در مزمور یک گفتیم خوشی و شادی مسیح در کلام مکتوب بود. خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است و شب و روز به دستورات او میاندیشد. در مزبور چهل می میفهمیم خوشی مسیح انجام اراده پدره. حتی اگر رفتن روی صلیب باشه. ای خدای من چقدر دوست دارم که اراده تو را به جا آورم. اما بین خوشی در کلام مکتوب و خوشی در تحقق او با مرگ بر روی صلیب شادی و دلخوشی او به ایمانداران ایماندارانه بله درسته. اینا باعث دلخوشی مسیح دقیقا ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است اما برعکس این یعنی کسانی که به دنبال خدایان دیگران غم و اندوهشان زیاد است مثل یهودا از خریوتی. یهودای مسکین که به دنبال پول رفت نمیدونم آیا شایسته است بهش بگیم مسکین یا نه اما قطعا تا ابد مسکین خواهد بود چون چیزی به غیر از مسیح رو ترجیح داد و به دنبال پول رفت او قبل از مرگ مسیح خودش رو کشت و سی نقره رو در معبد روی زمین انداخت. پس این مزمور با زبانی نبوتی درباره مسیح صحبت میکنه و اطرافیان مسیح که فرزندان خدا و مقدسین هستن. درست. و همینطور شرورانی مثل یهودا اونهایی که پیرو خدایان دیگرن. بله. این مزمور در همه اثار کاربرد داره و به مقدسین همینطوره. و شروران اشاره میکنه. اما اینجا میگه مقدسینی که بر زمینند. انتظار داشتم بگه مقدسینی که در آسمانن چون معمولا بعد از اینکه شخص فوت میکنه شورا تشکیل میشه و در اونجا تصمیم میگیرن که فرد مقدس یا نه ولی اینجا میگه مقدسینی که بر زمینند این عبارت چه معنایی داره متوجه هم تفکر رایجی که در مسیحیت تفکری متفاوت من ناراحت نمیشم مطمئنم اما امیدوارم که بینندگان هم روی این موضوع حساس نشن چون روی کلام خدا بحث می‌کنیم. تفکر رایج در مسیحیت تفکری اشتباهه این تفکر که بعد از مرگ کسی کلیسا تصمیم بگیره که به او لقب قدیس رو عطا کنه کتاب مقدسی نیست نه در عهد عتیق و نه در عهد جدید چون اینجا در مزمور 16 عکسش رو می‌بینیم و در عهد جدید هم پولس به قرنتیان یعنی به کسانی که ایماندارانی روحانی نبودند بلکه نفسانی بودند میگه به همه آنانی که در اتحاد با عیسی مسیح مقدس خوانده شدند و در همون فصل در اول قرنتیان یک میگه خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت نیکی مطلق پاکی و آزادی گردانیده است بنابراین در نتیجه ایمان به مسیح ما تقدیس میشیم. در آیات 5 و 6 میفرماید خداوند توی نصیب مقرر و پیاله من تو سهم مرا نگاه میداری. حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است میراسی دلانگیز به من رسیده. جهتگیری و موضع این آیات چیه؟ موضع داخلی و برخی افراد فکر میکنن نصیب مقرر و پیاله من هم معنی هستند اما اینطور نیست. نصیب مقرر یعنی سهم من چه ازش لذت ببرم و چه لذت نبرم اما پیاله من سهمیه که ازش لذت میبرم و دلخوشیمه ثروتمندان بسیاری هستند که در فقر زندگی میکنند. اونا ثروت عظیمی دارن اما طوری زندگی میکنن که انگار هیچی ندارن و از داشته لذت نمیبرن اما در اینجا مسیح میگه خداوند و توی نصیب مقرر و پیاله من او سهم منه و ازش لذت میبرم بسیار خوب منظور از عبارت جاهای دلپذیر چیه؟ سرزمین های نیکو چون وقتی فرزندان اسرائیل وارد سرزمین کنعان شدند سرزمینی که شیر و شهد ازش جاری بود این سرزمین با قرعه بینشون تقسیم شد و با ردا اندازه گیری شد به همین خاطر میگه حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است زمین بارور و بهترین زمین البته این آیه در مورد عهد عتیقه و راجع به میراث و برکات زمینی ما نیست بلکه خدا ما رو با برکات روحانی در جایهای آسمانی برکت داده اما اینجا تصویر قوم در عهد عتیق رو داریم که میگه حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است میراثی دلانگیز به من رسیده اگه اونها اینو میگن چقدر بیشتر ما باید در مورد برکات روحانی آسمانی بگیم درسته برادر اولین جهتگیری رو به بالا و در ارتباط با خدا بود بله بعد از اون جهتگیری بیرونی عیسی مسیح بود درست. که درباره مقدسین و شریران اطراف او صحبت میکرد و سوم موضع داخلی این که نصیب و پیاله ی مسیح دلیده. بهترینه و در رابطه با خداست درست. توضیحی بدید درباره موضع چهارم که در آیات بعدیه قبل از پرداختن به چهارمین جهتگیری گفتیم هر کدوم به دو بخش تقسیم شدن. در رابطه با خدا اعتماد و همینطور خوشی بود. در رابطه با محیط اطرافش مقدسین و اشراری بودند که دنبال خدایی دیگه بودند. در مورد جهتگیری داخلی رضایت و قانع بودن به سهم و همچنین خداوند را شکر می کنم زیرا که مرا راهنمایی می کند. شبانگاه نیز وجدانم به من هشدار می دهد. یعنی اینکه من خودم رو در آرامش و سکوت شب چک می کنم. و این کاری بود که مسیح می اما پاسخها رو در آیه سوم از مزمور بعدی پیدا میکنیم وقتی میگه تو از دل من آگاهی شب هنگام نیز نزد من آمده ای و مرا کاملا آزموده خطایی و خطایی در من نیافته ای. در مورد جهتگیری که مربوط به آینده است همونطور که گفتیم مرگ و رستاخیز در مرگ و رستاخیز ممنونم برادر در یوسف اجازه بدید تا استراحتی کوتاه داشته باشیم بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید آخرین بخش برنامه خوش اومدین در حال بررسی مزموره 16 هم هستیم برادر یوسف بفرمایید چهارم این جهتگیری به چه سمتی میره؟ به سمت جلو میره و دو چیز مقابل مسیح قرار داشت یعنی مرگ و رستاخیز و اینجا درباره مرگ صحبت میکنه وقتی میگه احساس امنیت کامل میکنم منظور آرامش و امنیت در زمان مرگ. و این اولین باری نیست که راجع به حس امنیت در شرایط سخت میخونیم مثلا در مزمور چهار میگه آسوده به بستر میروم و میخوابم و همینطور در مزمور 22 میخونیم از شیرخارگی اطمینانم بخشیدی وقتی به دنیا اومد احساس امنیت داشت در طول زندگیش بر روی زمین که مثل دریای خروشان بود در آرامش سر بر بالین گذاشته و میخوابید همونطور که به عنوان مثال در انجیل مرقس فصل چهار دیدیم که عقب قایق روی بالشتی خوابیده بود او نه تنها در شرایط سختی که به دنیا اومد در امنیت بود و همینطور در زندگی دشوارش بلکه حتی در مرگ وحشتناکش هم در امنیت بود. آیا زمانی هم که با مرگ مواجه شد در امنیت بود؟ اینجا یعنی در آیه 9 این طور می فرماید. بنابراین سپاسگزار و شادمان هستم و احساس امنیت کامل می کنم اما چرا؟ برای اینکه رستاخیزی هم وجود داره و مرگ آخر خط نیست زیرا تو مرا از قدرت مرگ میرهانی من با وفاداری تو را خدمت کردم و تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد برادر بریم و سال هزار را بشنویم بفرمایید از توضیحات شما متوجه شدیم که این مزمور درباره خداوند ایساست اما فکر می کنم خیلی از بینندگان هم مثل من احساس می کنند این کلمات مثل یک دعاست که هر ایمانداری می تونه اونها رو به زبون بیاره. چون هیچ جای این مزمور چیزی گفته نشده که بتونیم ثابت کنیم این دعای خداوند ایساست و از زبان او گفته شده. همچنین این که آیا ایرادی داره که ایمانداران این کلمات رو به عنوان دعا به کار ببرند؟ شما فرمودید این آیات از زبان خداونده اگه ما به عنوان یک فرد عادی این جملات رو بگیم تناقضی به وجود میاد؟ سوال مهمیه برادر این تفسیر از کجا میاد خیلی واضح داره میگه خدا یا مرا محافظت فرمازی را به تو پناه آورده ام هر ایمانداری میتونه این کلمات رو به خدا بگه اما شما درباره مسیح ایمانداران و شریران و مرگ و رستاخیز گفتید چطور تفسیرش کردید برادر ایاد اجازه بدید سوالی بپرسم بفرمایید آیا همه آیات این مزمور برای تمامی مردم کاربرد داره. البته. اجازه بدید به نکته اشاره کنم. آیا داوود نویسنده این مزمور میتونه صادقانه آیه هش رو راجع به خودش بگه؟ خداوند را همواره پیش روی خود میدارم. آیا بارها پیش نیومده که داوود خداوند رو پیش روی خودش قرار نداده باشه و به این خاطر لغزش بخوره؟ و یک بار برای همین به جت فرار کرد و آب دهانش روی ریشش ریخت و متاسفانه وانمود کرد که دیوانه است. متاسفانه این اتفاق در کتاب مقدس اومده اما چه کسی هموار خداوند رو پیش روی خودش داشت؟ این یه نکته بله. و نکته دیگه اینه که زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد را ببیند آیا ما میتونیم که این آیه رو به داوود نسبت بدیم؟ خیر. جواب منفیه لطفا اعمال فصل دو آیه 25 رو بررسی کنید. داوود درباره او میفرماید: خداوند را همیشه پیش روی خود میدیدم زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم. به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می کرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد. از آن رو که جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد و نمیگذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. و سپس در ادامه میگه و چون او نبی بود و میدانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند از قبل رستاخیز مسیح را پیش بینی نموده درباره آن گفت او در دنیای مردگان ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید این چیزی بود که پتروس رسول در فصل دو اعمال گفت. در اعمال فصل 13 پولس رسول همینو میگه در آیه 36 راجع به داوود میگه اما داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود درگذشت و به نیاکان خود ملحق شد و فساد را دید اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید فساد را ندید پس این مزمور نمیتونه برای کسی جز مسیح باشه و برای مسیحه به عنوان بانی نجات و کامل کننده ای ایمان ما و ما همگی دعوت شدیم تا در مسیر ایمان گام برداریم و به سر کرده و کامل کننده نجات چشم بدوزیم. دقیقا. پس چیزی که گفته درباره مسیح و من نزد خدا دعا میکنم که کمکمون کنه تا همیشه او رو پیش روی خودمون داشته باشیم و لغزش نخوریم ای خداوند کمک کن تا مقدسین مایه مسرت باشند و به تو اعتماد کنند اون وقت میشه این آیه رو راجبشون به کار برد پس این مزمور نبوتیه و درباره زندگی مسیح مرگ مسیح بله؟ و رساخیز مسیح صحبت میکنه و کتاب مقدس هم این رو تایید میکنه که ده. از اعمال فصل دو و سیزده خوندیم بنابراین اساسا این کلمات درباره مسیحن اما ما هم میتونیم این مزمور رو بخونیم و بگیم خدایا مرا محافظت فرمازی بتو پناه ها بردم ممنونم برادر یوسف برادرمون سوالی دارن اجازه بدیم به سوال ایشون بپردازیم جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد آیا این یعنی مسیح وارد دنیای مردگان شد برادر شما فرمودید که این مزمور درباره مسیح صحبت می‌کنه می‌فرماید و تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد آیا ایسای مسیح به هاویه رفت می‌دونیم هاویه معروف به محل عذاب هاویه یا دنیای مردگان به چه معناست تفسیر رایجی که در مورد حاویه وجود داره، اونطوری که بسیاری از ایمانداران مسیحی فکر می‌کنند، دقیق نیست. هاویه بیشتر از اینکه یک مکان باشه، یک وضعیته، و کتاب مقدس همیشه اونو به مرگ ربط داده. مرگ، مکان نیست و یک وضعیته، وضعیت مرگ، جدایی روح از جسمه، یعنی جسم بدون روح مرده است. و در واقع هاویه روح بدون جسمه وقتی روح بدن رو ترک میکنه در یک وضعیت به نام هاویه قرار میگیره و جسم در همون وضعیت به سوی مرگ میره پس مرگ و هاویه دو وضعیتن وضعیت جسم بدون روح مرگه و وضعیت روح بدون جسم هاویه است پس اگه جسم مسیح مقدس نبود ممکن بود اما هاشا مسیح در تولد و زندگی و در مرگ و رستاخیزش مقدسه بنابراین جسم مسیح فساد رو ندید و روحش در وضعیت جدایی از جسم قرار نداشت بلکه از طریق رستاخیز روح به جسم بازگشت زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد را ببیند این یعنی مسیح در قبر هم انسان کامل بود دقیقاً. و فساد نمیدید چون گناهی در او نبود برای همین از مردگان برخواست میفرماید تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد حضور تو مرا از خوشی لبریز می کند و به من شادی ابدی میبخشد. بخشد بفرمایید مفهوم این آیه چیه؟ خب اینجا درباره این رستاخیز صحبت میکنه. و همینطور راجع به سعود به زبانی عجیب و زیبا تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد با رستاخیز از مردگان خداوند عیسی مسیح قیام نکرد تا روی زمین بمونه بلکه میدونیم که بعد از رستاخیزش به مدت چهل روز به شاگردانش ظاهر شد و بعد به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشست که اینجا در موردش میگه تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد حضور تو مرا از خوشی لبریز میکند و به من شادی ابدی میبخشد بعضیا میگن که این آیه درباره کمیت صحبت میکنه یعنی لبریز شدن و درباره کیفیت شادیه یعنی مکانی که بالاترین مکانه دست راست پدر و راجع به مدت یعنی تا ابد این مقصد ایسای مسیحه و همینطور مقصد تمام مقدسینی که به ایسای مسیح ایمان دارن او در نهایت به حضور خدا میره و از این عبارت لذت خواهد برد حضور تو مرا از خوشی لبریز می کند و به من شادی ابدی می سپاس گذارم برادر یوسف کلام خدا واقعا پر از برکته دقیقا. بریم و درسمون رو مرور کنیم خوندیم که دلخوشی مسیح افراد نیک و مقدسینن بنابراین ما هم باید به ایماندارانی که اطرافمون هستند دلخوش باشیم مخصوصا در مشکلات و سختی ها و اونا مایه تشویق و تسلی ما هستند دقیقا درسته وقتی ما در این دنیا غریب هستیم خوبه که مسیح و زندگیش رو پیش روی خودمون قرار بدیم به این ترتیب او کفایت، نیکویی، رضایت و خوشی ما میشه درسته؟ خداوند عیسی از پدر خواست که ازش محافظت کنه و اونو خداوند من خطاب کرد اما این چیزی از الوهیت مسیح کم نمیکنه چون او 100 درصد خداوند و 100 درصد انسانه و یک الگو به ما داد تا در زندگیمون فقط به خدا اعتماد کنیم برکت خدا با شما عزیزان سپاسگزارم بر در در قسمت بعد مطالعه رو ادامه میدیم می بینندگان گرامی ممنونیم که تا این لحظه همراهمون بودید تا دیداری دوباره خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشه در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت